سرخط خبرها. قتل 3 نفر با چاقو در کلیسای جامعه شهر نیس فرانسه، از جمله یک زن که سر بریده شد. شهردار این حمله را مصداق وحشیگری اسلامی خواند. نزدیکی به 50 میلیون نفر داریم که مستعد به عفونت هستند. یعنی حدس میزنید که 30 و اندی میلیون نفر شاید یک بار در واقع ویروس رو دریافت کردن. برآورد معاون وزیر بهداشت ایران از گستردگی شیوع کرونا، ممکن است 40% مردم تا به حال مبتلا شده باشند، بقیه هم در معرض ابتلا هستند. واکنش گسترده به مرگ 4 پناهجوی ایرانی در حین گذر از کانال مانش. تصویر خانواده ایرانی در صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های بریتانیا جا گرفت. و هشدار یک مقام ارشد سازمان ملل درباره تهدید القاعده. برخلاف وعده طالبان، این دو گروه با هم روابط نزدیکی دارند. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. اخبار امروز رو با خبرها در فرانسه شروع میکنیم که امروز شاهد 2 حمله با چاقو بود. پلیس در شهر نیس میگوید فردی با حمله به حاضران در کلیسای جامع 3 نفر را به طرز فجیعی کشت و عده‌ای را زخمی کرد. اینها تصاویر زنده هست از همین حالا در شهر نیس در جنوب فرانسه. رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل ماکرون هم به اونجا رفته، همین حالا در میان حضار بیرون کلیسای جامع در شهر نیس هست، جایی که اتفاق امروز افتاد. شهردار نیس این حمله را تروریستی خوانده و گفته که مصداق فاشیسم اسلامی است. در شهر آوینیون هم یک حمله مشابه صورت گرفت اما کسی کشته نشد. 2 هفته پیش هم یک اسلامگرا یک معلم را در حومه پاریس سر برید. این حملات جامعه فرانسه را تکان داده. همونطور که می‌بینید اینها تصاویر زنده هست از بیرون کلیسای جامع، جایی که این اتفاق، این حمله مرگبار امروز افتاد. رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل ماکرون هم اینجا در میان مردم هست. کسرا ناجی جزئیات بیشتر را گزارش میکنه. کمی بعد از ساعت 9 صبح در کلیسای نوتردان در شهر نیس، پلیس با ورود به کلیسا مرد مهاجم را که به چاقو مسلح بود و الله اکبر فریاد میزد به ضرب گلوله از پای درآورد. کمی قبل از آن این مرد در داخل کلیسا یک زن را گردن زد، 2 نفر دیگر را به طرز فجیع به قتل رساند و چند نفر دیگر را مجروح کرد. پلیس میگوید مرد مهاجم حتی در مواجهه با پلیس به فریادهای الله اکبر ادامه داد. و این ناقوس کلیسا کمی بعد از این حمله که مردم را از این واقعه خبردار کرد. پیشکار کلیسا یکی از قربانیان امروز. حمله وحشتناک در فرانسه که مردم هنوز از شوک حمله مشابه 2 هفته پیش بیرون نیامدند. حمله‌ای که اسلام حراسی را به شدت افزایش خواهد داد. پلیس گفته است که نفر سوم که به قتل رسید بعد از آن که مجروح شد به بیرون فرار کرد و در کافه‌ای در مقابل کلیسا پناه گرفت و همانجا درگذشت. این افسر پلیس جزئیات بیشتری از این جنایت هولناک داد. او میگوید مهاجم اول گلوی اولین قربانیش را برید و با ضربات چاقو نفر دوم را به قتل رساند و هنگام خروج به یک زن حدوداً 40 ساله حمله کرد که او هم درگذشت. فرانسه حالا هشدار وضعیت امنیتی کشور را به بالاترین سطح ارتقا داده است. شهردار نیس این حمله را یک حمله تروریستی توصیف کرده است. باید بگویم که امروز نیس هزینه سنگینی پرداخت. امروز نیس قربانی فاشیسم اسلامی شد. شکی در نیت این مرد مهاجم هم نیست که دائم فریاد میزد الله اکبر، حتی وقتی او را به بیمارستان منتقل میکردند. یکی از قربانیان او هم پیشکار کلیسا بود که خود این معلوم است چه پیامی دارد. این کمی بعد از ورود پلیس به کلیسا از ورودی جانبیان. شلیک دست کم 10 گلوله.
de l'ensemble de ses proches. در پارلمان فرانسه امروز یک دقیقه سکوت برای قربانیان. دو هفته پیش قتل یک معلم که در کلاس درسش کارتون‌های منتشر شده از پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود فرانسه را شوکه کرد. دفاع رئیس جمهوری از آزادی بیان اعتراض‌هایی را در کشورهای اسلامی به دنبال داشت. امروز این اعتراض‌ها به خون چند فرانسوی هم آغشته شد. کسرا نجی، بی بی سی. و اجازه بدید برگردیم به نیست، جایی که تصاویر زنده داریم از حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که حالا به شهر نیست در بیرون کلیسای جامع نوتردام اینجا در شهر نیست رفته و اتفاق امروز دوباره یک بار دیگه فرانسه رو و فرانسوی ها رو شوکه کرده. این اتفاق به دنبال یک سری از انتقاداتی میاد که هفته پیش در کشورهای اروپایی متوجه آقای مکرون شده بود به دنبال صحبت‌های او و انتقادهای او از اسلامگرایی افراطی. نادر وهابی جامعه شناس و استاد دانشگاه تولوز فرانسه از پاریس با ما هستن. آقای وهابی، فکر می‌کنید که آیا باید نگران موج تازه‌ای از حملات اینچنینی در فرانسه بود؟ من فکر میکنم که اگر در سال 2015، اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت بگیم، همدردی بکنیم با خانواده ها و عزیزانی که امروز عزیزان خودشون از دست دادن و شدید محکوم بکنیم جنایت اینچنینی رو که جامعه فرانسه هر بار وارد شوک میشه. جدا از این بخش احساسی، اگر در سال 2015 ما بندازی کافی تجربه نداشتیم و نمیتونستیم این پدیده رو تحلیل بکنیم، ولی بعد از 5 سال با این حوادثی که به طور متناوب الان جامعه فرانسه با شاهده، بخشی از جامعه شناسان، بخشی از مورخین، بخشی از انسان شناسان صداشون داره بلند میشه و میگن که بایستی تجنظر بکنیم روی مدل لایسیته فرانسه و مدل جمهوری فرانسه. قابل فهم، فرانسه هزینه بسیار بسیار بالایی پرداخته بعد از انقلاب کبیر فرانسه در 1789، 120 سال علیه کلیسا مبارزه کرد، کلیسایی که همدست با تاج و تخت و سلطنت بود، تا اینکه در 1905 قانون لایسیته اومد و این قانون لایسیته مذهب رو از حاکمیت به دولت جدا کرد. اما اون چیزی که ما الان در اینجا شاهدش هستیم به عنوان اصل آزادی کفرگویی، اصل آزادی توهین به مقدسات در رابطه با مذهب حاکم مطرح میشه، نه در رابطه با مذهب اقلیت‌های مهاجرنشین مسلمان در فرانسه. اجازه بدید این آمارا رو خدمتتون بگم. از نظر آماری حدود 5 تا 6 میلیون آمار رسمی، ولی تحقیقات غیر رسمی و مستقل نشون میده در حال حاضر 12 تا 15 میلیون جمعیت مسلمان هستند. این موضوعی که شما بهش اشاره میکنید، شاید به نظر میاد که در خود صحبت‌های آقای مکرون هم به نوعی در دل صحبت‌های آقای مکرون هم هفته گذشته بود، با اینکه انتقاد کرد از اسلامگرایی افراطی، ولی گفت که در جامعه فرانسه باید فرصت بیشتری برای تحرک اجتماعی و اقتصادی در میان مسلمانان این کشور داده بشه. آیا فکر میکنید این نزدیک هست با آن چیزی که انتقادهایی که میشه در مورد لایسیته، یا تفاوت داره این موضوع؟ اصلا کاملا در نقطه متقابل. کاری رو که هفته قبل سخنرانی مکرون در دانشگاه سوربن یک فول سیاسی جدی بود و یک فول اجتماعی، یعنی شکاف بیشتر ایجاد کرد بین جامعه مسلمانشین اقلیت و همچنین جامعه فرانسه. به این دلیل من میگم که اون چیزی که مکرون هفته قبل تحت عنوان آزادی و آزادی در واقع بیان راجع به مقدسات مردم صحبت کرد، به هیچ وجه با اون چیزی که الان در واقعیت جاری جامعه فرانسه وجود داره در تناقضه. یعنی الان ما به سمتی داریم میریم، یک اکثریتی هستن تحت عنوان به اصطلاح شهروندان فرانسوی و یک اقلیتی هستن که اینها روز به روز این شکاف داره بیشتر میشه. راه حل اون چیزی که مکرون گفت نیست. از سال 2015 دولت فرانسه تدابیری زیر اتخاذ کرد، یک تدابیر سیاسی. تدابیر سیاسی یعنی گرفتن ناسیونالیتی کسایی رو که به اصطلاح ملیت فرانسه داشتن، اخراج حدود 200 تا 250 نفر و مهاجرینی که در اینجا بودن از زرونا تروریستن غیر زالکینا، و همچنین پخش ژاندارم ها و ارتش در سراسر کشور فرانسه.
بعد از 5 سال مشاهده هستیم که این تدابیر داره به شکست انجام میشه. یعنی این تدابیر نتایجی که حاکمیت فرانسه میخواست، این نتایج به بار نیومده. بله. شما رو به اصل دیگری ارجاع میدم، با اینی که هنگامی که در یک جامعه اگر طبقات محروم، طبقات زیر دست، برابری شانس و حق بالا رفتن به طبقات بالا نداشته باشن، این جامعه اگر نگیم به بیان جامعه شناسی در معرض یک انقلاب سیاسیه، در معرض یک انقلاب اجتماعیه. ما اون چیزی که در شاهده هستیم در فرانسه یک تحول اجتماعی احتیاج داره که جلوی این دولایی که در اکستقم قرار گرفتن. بله. منظورم بخشی از این کسایی که به عنوان اسلام دست به خشونت و تروریسم میزنن که کاملا محکومه در اسلام. اکثر جامعه شناسای اسلام شناسان اینو مطرح میکنن، حتی کشتن یک انسان در اسلام ممنوع، مثل اینکه همه مسلمان هست. نادر وهابی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تولوز فرانسه در پاریس، متشکرم از شما. و اینها تصاویر زنده هست از نیس. امانوئل مکرون امروز ساعتی بعد از حمله امروز به خودش رو به نیس رسونده. رهبران اروپایی هم واکنش نشان دادن، همدردی و ابراز خشم خودشون رو نسبت به این وقایع. با اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا در ایران، امروز تعداد جانباختگان با رسیدن به مرز 399 نفر رکورد دیگر را شکست. اوضاع در بسیاری از استان‌ها بحرانی است و مقامات گفتند تحقیقات آنها نشان داده که ده‌ها میلیون ایرانی با کرونا درگیر هستند و اوضاع در طول زمستان وخیم‌تر هم خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تازه که کرونا آمده بود، مقامات اصرار داشتند که آمار رسمی همان آمار واقعی است. حالا خود تایید می‌کنند که آمار واقعی جانباختگان حداقل 3 برابر بیشتر است. قبلا مقامات می‌گفتند با ایده ایمنی گله‌ای مخالفند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده فرقی با ایمنی گله‌ای ندارد. از اون طرف باید نگاه کنیم که 50 میلیون نفر دیگه مستعدند. بنابراین واقعا این تابستان 50 میلیون نفر دیگه هنوز با ویروس تماسی نداشتند. یعنی 35 میلیون نفر با ویروس تماس داشتند. این فقط داستان کوتاهی دولت‌ها و دستگاه‌های رسمی نیست. داستان ناباوری و بی‌ملاحظه بودن خیلی از مردم هم هست. با وجود فرهنگ‌سازی‌های خیابانی، آموزش‌های میدانی، از این ویروس باید ترسید و هشدارهای رسانه‌ای. همین امروز و همین الان 6000 نفر در تهران بستری هستند. حال 700 نفر وخیم است. نکته بعدی که وجود داره قرار علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران است. او امروز هشدار داد که خستگی کادر درمانی را دست کم نگیرید. این خستگی آنها با دیدن بی‌تفاوتی و رعایت نکردن توصیه‌ها توسط مردم بیشتر می‌شود. ما قبلا روزی 20 نفر مبتلا داشتیم تو استان، مردم رو با وحشت براشون داشته بود. الان نزدیک به 200 نفر روزی مبتلا داره، مردم عین خیالشون نیست. وضعیت این روزا به شدت بحرانیه و گنجایش بیمارستان ولی اصلاب دیگه تکمیل هستش. الله اکبر. و هر بار که یک پزشک و پرستار بر خاک می افتد، روحیه همکارانشان اندکی ضعیفتر می شود. گویی آنجا که به برپایی مراسم دلخواه یک گروه از مردم می رسد، احتیاط معنا ندارد. چه مراسمی مذهبی در مشهد، چه یادبودی هنری در تهران و چه دیدارهای مسئولان با صنف ماهیگیر در هرمزگان. حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خودش کرونا گرفته. جناب دکتر قالیباف هنوز قرار است او سخنران مراسم 13 آبان باشد، هرچند برگزار کنندگان مراسم وعده رعایت نکات ایمنی را می‌دهند. چیدن صندلی‌های با فاصله. گویی خطر مرگ در برابر دشمنی مشترک هم برای تعطیل کردن دشمنی‌های دو سویه کافی نیست. سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر بابک قرعه مقدم، پزشک از تهران، با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر، این که بیش از 40% از ایرانی‌ها الان گفته میشه که بنابر آمار رسمی گرفتند کرونا، فکر می‌کنید که می‌تونه نشانه چی باشه و چقدر می‌تونه کمک کننده باشه در اوضاع؟ ببینید، سلام عرض میکنم. این آماری که آقای دکتر ملکزاده گفتند، این بر اساس تحقیقی بوده که بر روی آنتیبادی یک گروه انجام شده. البته ایشون یک محقق بزرگ هستند و
در چیزای علمی ایشون شکی نیست، ولی ما بر اساس آمار رسمی که کسایی که پی سی آر در ایران مبتلا شدن 600 هزار احتمالاً چند برابر این بیماران کووید 19 ما در کشور داشتیم، به دلیل اینکه همه اونها تست پی سی آر انجام ندادن، یعنی همه اونایی که مبتلا میشن. بنابراین اون چیزی که ما الان داریم میگیم که 40% این یک چیز بر اساس نظریه هست که اگر اینجور حساب کنیم باید ما حساب کنیم در خیلی از کشورهای اعدادو خیلی خیلی بالاتر ببریم. ما در دنیا یه چیزی حدود 40 میلیون بر اساس آمار رسمی داریم صحبت میکنیم، در ایران 600 هزار. خب اگر بگیم که آمار از 40 هم 40% هم بالاست، این به چه معناست؟ یا اینکه بیشتر جمعیت ایران ایمن شدن؟ ببینید، بگید هر درصدی ما بگیم. ببینید، ما این مسئله که هست اینه که در حال حاضر اون چیزی که واقع هست اینه که اعلام شده 6000 نفر در روز دارن مبتلا میشن، 400 نفر دارن در روز میمیرن. همین فرض رو اصلا بگیریم، ما باید کسب و کارهای غیر ضروری در شهرهای بزرگ و شهرهایی که محلهایی که نقاط قرمز هستن تعطیل بشود، مردم باید درصد خیلی خیلی بالاتری رعایت بکنن، تبلیغات باید چنده برابر برای استفاده از ماسک باشه. ما الان 50-60% از مردم الان میبینیم که تازه از ماسک به درستی استفاده میکنن. این افراد شما فرض بفرمایید 4 نفر در منزل ها باشن، یک نفر که رعایت نکرده وقتی این وارد این منزل بشه، این رو بر اساس خودشون این رو محیط امن میدونن. این یک نفر در اون فضای منزل به دلیل که در طول روز کمان روز که ماسک استفاده نمی‌کنن، در خواب که ماسک استفاده نمی‌کنن، اون 4 نفر دیگر رو 3 نفر دیگر رو میتونه مبتلا کنه. ما باید یک همبستگی ملی داشته باشیم برای این مسئله. لجبازی رو درصدی از مردم از هر گروه و هر تفکری که هستن کنار بگذارن، کارهای غیر ضروری، اجتماعات غیر ضروری رو به صورت جدی کنار بگذارن و استفاده از ماسک باید طوری بشه که یک نفر هم اگر در بیرون مردم ببینن که ماسک استفاده نمی کنه، نه حالا با دعوا و درگیری، باید خود مردم به ایشون به اون شخص تذکر بدن. الان ما میبینیم که 40% 30% تازه در حالت خوبش بله. مردم زیادی در جامعه هنوز از ماسک استفاده نمی کنن. متشکرم از شما دکتر. بله. معذرت میخوام، وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده، ولی انشاءالله که گوش کنن مردم به توصیه های شما. دکتر بابک قره مقدم از تهران. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مهاجم با چاقو 3 نفر را در کلیسای جامع شهر نیس فرانسه کشت. شهردار نیس این حمله را مصداق فاشیسم اسلامی خواند. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید ممکن است 40% مردم تا به حال به کرونا مبتلا شده باشند و بقیه هم در معرض ابتلا هستند. در ادامه برنامه، هشدار یک مقام ارشد سازمان ملل درباره تهدید القاعده و روابطش با طالبان. در فرانسه هویت اجساد 4 شهروند پناهجوی ایرانی که 2 روز پیش در کانال مانش غرق شدند احراز شده. رسول ایران نژاد همراه همسرش شیوا محمد پناهی و 2 فرزندشان سوار بر قایقی با عده دیگری از پناهجویان به طرف سواحل بریتانیا در حرکت بودند که قایقشان به دلایل نامعلومی غرق شد. یک فرزند 15 ماهه این خانواده هم که اهل سردشت در استان کردستان ایران بودند هنوز مفقود است. بسیاری از روزنامه‌های بریتانیا امروز در صفحات اولشان به گزارش این حادثه پرداختند. جیار گل همکارم اینجا در استودیو با ماست، بیشتر به ما بگو از جزئیات این خانواده و سرنوشتشون. امروز من تونستم با برادر و خواهر شیوا محمد پناه صحبت کنم که یک برادرش از آلمان و خواهرش از سوئیس رفته بودن به دانکرک فرانسه، در یک شهر ساحلی اونور آب بریتانیاست. اینا رفته بودن به بیمارستان، جنازه 4 عضو خانواده رو شناسایی کرده بودن، اما همون جوری هم که تو گفتی هنوز هیچ خبری از پسر 15 ماهشون آرتین نیست، مشخص نیست ایشون آیا پیدا شده، جای نمیدونن یا فقط در موج دریا گم شده. از طرف دیگه من با یکی دیگه از اعضای خانواده صحبت کردم و در ایران
مراسمی برگزار شده، اونا هم به شدت نگران هستن که ببینن اصلا چه اتفاقی برای اونا افتاده. اما یکی رو پیدا کردم که اون شب در قایق همراه اینا بوده و ایشون نجات پیدا کرده بود، مردیه که در حقیقت اهل سردشت هستش. ایشون میگفت در اون لحظه 23 نفر بودن با 3 تا بچه و به نظر میاد شیوا و رسول مادر پدر این بچه ها هیچ کدوم جلیقه نجات نداشتن و متاسفانه وقتی که قایق واژگون میشه به نظر میرسه تمام همغم اونا این بوده که بچه ها رو نجات بدن، اما متاسفانه خودشون هم به همراه بچه ها غرق شدن. علاوه بر عملیات جستجو در مورد فرزند 15 ماهه این خانواده، یک جستجوی دیگری هم در حال انجام هست در مورد اینکه چه کسانی مسئول این هستن که اینها رو در این قایق گذاشتن. جیا ببین، خب از همون روزی که این جنازه این افراد پیدا شده، دادستان دانکرک یک تحقیقاتی رو شروع کرده و قاعدتاً به دنبال احتمالاً قاچاقچیان انسان می‌گردن که این افراد رو سوار این قایق‌های غیر ایمن سوار میکنن و به اون طرف آب میبرن. چیزی که من دیروز با خانواده و کسایی که صحبت کردم میگفتن، نفری 8000 گرفتن از ترکیه به ایتالیا بردن و قرار بوده 8000 یورو و قرار بوده نفری 200 میلیون تومان ایران از فرانسه بگیرن تا اینا رو به این ور آب به بریتانیا بیارن. متشکرم از تو جیار کل اینجا در استودیو. سازمان ملل هشدار می‌دهد القاعده همچنان یک تهدید جهانی است. هماهنگ کننده تیم رصد داعش، طالبان و القاعده در سازمان ملل به بی بی سی گفت القاعده همچنان با طالبان افغانستان پیوندهای نزدیکی دارد. این در حالی است که گروه طالبان با امضای توافق صلح تضمین داده بود به القاعده اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حمله به دیگران استفاده کند. در مقابل آمریکا هم تهدید کرده تا سال آینده میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. سکندر کرمانی گزارش می‌دهد. طولانی ترین جنگ آمریکا در 11 سپتامبر آغاز شد. آمریکا القاعده را شکار و رژیم طالبان را که میزبان این گروه بود سرنگون کرد. 2 دهه بعد آمریکا بی‌صبرانه می‌خواهد از افغانستان خارج شود. واشنگتن تعهد داده که نیروهای خود را تا 1 سال دیگر بیرون ببرد، به شرط آنکه طالبان به گروه القاعده اجازه ندهد خاک افغانستان را مبدا حملات بین‌المللی کند. اما حالا یک کارشناس ارشد سازمان ملل در امور گروه‌های شبه نظامی در گفتگوی اختصاصی با ما می‌گوید القاعده هنوز مقاوم و خطرناک و با طالبان در ارتباط نزدیک است. طالبان به طور منظم با القاعده در ارتباط بوده و به آنها اطمینان خاطر داده که پیوند تاریخی دو گروه حفظ خواهد شد. و از ماه فوریه که پیمان صلح امضا شد چطور؟ تغییری در رفتار طالبان مشاهده کردیم؟ تغییر ماهوی خیر. القاعده به شدت با طالبان پیوند خورده. آنها همچنان در سطح گسترده ای با طالبان تمرین نظامی می کنند و این اصلا تغییر نکرده. گروه القاعده قطعا طی سالهای اخیر تضعیف شده، اما گفته میشه که رهبران و اعضای ارشد این گروه هنوز اینجا در افغانستان هستند تحت حمایت و مراقبت طالبان. آمریکا شاید راه خروج از افغانستان را در پیش گرفته باشه، اما مأموریت این کشور برای ریشه‌کن کردن القاعده دشمن قسم خورده‌اش تمام نشده. مقام های آمریکایی میگویند که خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان منوط به اقدام طالبان علیه القاعده است. بعضی البته میگویند که خطر جدی الان نه القاعده که داعش است، اما نکته آن که طالبان داعش را رقیب میبیند و القاعده را همپیمان. اخیراً نیروهای افغان اعلام کردند که یکی از اعضای ارشد القاعده را در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان کشتند. رحمت الله اندر خود یکی از فرماندهان سابق طالبان است که حالا عضوی از دولت افغانستان شده. ممکن است آمریکایی ها فکر کنند پیمانی که با طالبان امضا کردند تمام مشکلات را حل می کند، ولی زمان نشان خواهد داد که اشتباه می کنند. شاید طالبان به آنها قولهایی داده باشد، اما تا به حال هیچ مدرکی دال بر جدا شدن طالبان و القاعده مشاهده نشده. سرنوشت القاعده آینده روند صلح شکننده افغانستان را رقم خواهد زد. طالبان میگوید به گروه القاعده اجازه نمیدهد که خاک افغانستان را مبدا حملات خود در خارج کند، اما با شدت گرفتن خشونت ها آیا آمریکا با آنها برای رویارویی با رفقای سابقشان اعتماد خواهد کرد؟ سکندر کرمانی، بی بی سی نیوز، کابل.
رئیس جمهوری افغانستان گفته طالبان 40 قاچاقچی را در ازای دریافت پول تحت عنوان زندانیانش رها کرده. گروه طالبان هنوز در این باره واکنشی نشان نداده، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفته هیئت طالبان دیروز در دوحه با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار داشته. به گفته او در این دیدار درباره برداشتن تحریم ها علیه طالبان، افزایش حملات و رهایی زندانیان باقی مانده طالبان صحبت شده. روین رهنوش گزارش می‌دهد. تصویری از جنگ در مراسم تجلیل از میلاد پیامبر اسلام. پدران و مادران ما را نکشید. این کودکان به نمایندگی از خانواده‌های آسیب دیده و بی سرپرست به محفل دعوت شده‌اند، به هدف رساندن پیامشان به گوش طرف‌های درگیر جنگ. از طرفان جنگ و خونریزی در این وطن گله دارم، شکوا دارم، گریه میکنم، آه ناله و فریاد میکشم. بلحاظ خدا جنگ بس است، ما صلح میخواهیم، آه و فریاد ما یتیم. لحظاتی که فضای محفل دیگرگون میشود و از جنگ و مسلمان کشید دست بردارید. بغض حاضرین یکی پس از دیگر میترکد. اینجا باز هم محمد اشرف غنی انگشت انتقادش را طرف طالبان نشانه رفت. دیدی ما شما آواز بگیری. طالبان به صدای این کودکان گوش دهن. تا چی زمانه؟ من مسجد می سازم، آنها تخریب می کنن. به کدام اساس؟ یک قران هم پول بیگانه نیست. همه این پول از افغان هاست. طالبان هم برای ادامه جنگ دلایل خود را دارد. این گروه میگوید در نشست شام دیروز با زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در قطر درباره تطبیق توافقنامه با آمریکا، راههای زندانیان باقی مانده و عوامل افزایش حملات صحبت شده. عامل بلند رفتن سطح عملیات توهین به اجساد شهدا که مخالف همه نرم ها و اصول و قوانین بین‌المللی و اسلامی می باشد و همچنان عملات شبانگام بر خانه های زندانیان که از زندان رها می شوند و بشارت رساندن آنها، بشارت رساندن خانواده آنها و اعضای خانواده آنها. زلمه خلیلزاد که یک روز پیش باری دیگر سفرش به منطقه را آغاز کرده در رشته توییت های از افزایش خشونت ها در افغانستان اظهار ناامیدی کرد. او هشدار داده که دریچه رسیدن به تفاهم سیاسی برای ابد باز نخواهد بود. این در حال است که با افزایش خشونت ها در هفته های اخیر ده ها هزار نفر در افغانستان بیجا شده اند. حملات طالبان و درگیری با نیروهای دولت نیروهای آمریکایی را هم علیه طالبان فعال تر کرده. از طرف به نظر می رسد گفتگوهای صلح دوحه که بسیار به آن دل بسته بودند این روزها رنگ باخته. روین رهنوش، بی بی سی، کابل.